با سلام و درود به جوانان و مردم به پاخواسته میهنمون که چالش اصلی رو در سراسر میهنمون برای رژیم آخوندی شعله بر کردند یعنی پایه های این حکومت رو به لرزه در آوردند برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم با تشکر از شما آی توحیدی درود بر شما خسته نباشید خدا در باره قیام مردم ایران خیلی از صحبت ها اولش به مقایسه این قیام با قیام سال 88 میپردازند شما این دو قیام رو چگونه مقایسه میکنید بله برای برجسته شدن برخی از وجوه عمده این دو قیام قیام های سالهای 88 و 89 و قیام کنونی که در ایران جریان داره سال 96 این مقایسه خب کمک کننده است به خاطر اینکه مثلا موضوع تمرکز شعارها و آرمانها و خواستهای توده به بپاخسته و جوانان بپاخسته ای که اشاره کردید تمرکز داره روی نفی کلیت این نظام تمامیت این نظام این که شعار مرگ بر خامنه ای مرگ بر اصل ولایت فقیه آخوندها مملکت رو رها کنید این تمرکز این برجستگی خب یه بچه کاملا متمایز هست با سال, سال از بابت تمرکز کامل و همگیر و فراگیرش و همچنین از بابت گسترش سراسریش سراسر خاک ایران به نحو شگفتانگیزی از تبریز که امروز شاهد خروش فرزندان ستارخان بودیم تا بهار و سیستان و بلوچستان و از مشهد خراسان که شعله رو برافروخت تا اهواز قهرمان و به پاخواسته و تظاهرات عظیمی که شاهد چستیم و همچنین سایر شهرها در مرکز ایران اصفهان، شیراز، کرمان هر جا رو انگوش بذارید عراق شمال، رشت هر جا این گسترش به این سراسری به اصطلاح گستردگی و سراسری بودن هم وجهی است که خب اون دفعه در چند تا شهر بزرگ و در خود تهران بود که قیام های عظیمی اتفاق افتاد از این بابت ها خوبه و همچنین از وجوه دیگه ولی به نظر من سطح مقایسه اصلا این نیست از بابت عظمت تحول و اتفاقی که در ایران افتاده امروز شاید بشه مقایسه کرد مثلا با کل انقلاب بهمن انقلاب پنجاه هفت مثلا یا مثلا انقلاب مشروطه انقلاب های بنیادین حقیقت اینه که یک طوفان انقلابی در ایران به پا شده که من فکر میکنم در همین یک هفته به اندازه این یک دههی که شما در این فاصله اشاره کردید به اصطلاح چیزها رو دگرگون کرده تحولات رو خیلی چیزها رو طوفان این انقلاب با خودش برد و خیلی چیزا رو به اثبات رسوند و به نظر من مهمترین چیزی که به اثبات رسوند واقعیت وضعیت انقلابی در ایران هست واقعیت و حقانیت استراتژی انقلابی برای سرنگونی تمامیت استبداد دینی که پرچمش از سی خرداد برافشاشته شده من احساس میکنم در این خروش در این قیام در این صحنه ها تک تک این صحنه هایی که تصاویر خامنه ای و خمینی رو پایین میکشن و بعد فریادهایی که از دل و جون این جوان سر میدن و فضایی که آدم میبینه در سراسر میهن احساس میکنه که حقیقتاً یک قطره از خونه شهیدان این سی و شیش سال سی و هفت سال از فاز سیاسی که عین همین صحنه ها و خروش ها بود مرگ بر ارتجا و قیام علیه ارتجا تا خون های قهرمانانی که در سال 67 قتل عام شدند تا شهیدان قیام 88 و اینها که اشاره کردید یا 78 یا سایر قیام ها قزوین، مشهد، اسلام شهر شهیدان اشرف، شهیدان لیبرتی آدم احساس میکنه که تمام خونهاشون داره فوران میکنه و یک استراتژی آزادی بخش و یک سیاست رو به اثبات میرسونه و تمام دعاوی دیگر رو درو کرده و به اصطلاح طوفان انقلاب با خودش برده من دیدم در این روزها که محققان و مفسرانی که اصلا دور از وطن هستن محققان خارجی محققانی که به رسانه های دیگه مثلا گزارشی بود در لوموند خیلی شگفت‌آور بود از این انقلاب جوری صحبت میکنه که انگار داره از انقلاب کبیر فرانسه صحبت میکنه به تمام معنا یک انقلابه توی دستان به میدان اومدن مردم به سلا ستم اومدن و واقعا طوفانی از انقلاب وزیدن گرفته در کشور ما در این یک هفته که بسیار بسیار مهمه و ببینید چه چیزایی رو برانگیخته در خود این امواج این انقلاب که آدم می‌بینه از صمیمیت از همبستگی از انضباط از انضباط از اینکه تمرکزشون روی این مظاهر و نمادهای دشمنه روی رژیمه عکس مثلا دشقیم پاسدار جنایتکاری که فراتر از مرزهای ایران هم چقدر جنایت کشتار کرده چقدر از این جوانهای عراق رو و مردم سوریه رو به تیغ بسته این پاسدار کثیف و جنایتکار قاسم سلیمانی تصویرش رو میکشن پایین و با آتش میکشن اون هم بعد از یک کمپین تبلیغاتی بسیار گسترده ای که خامنه ای را انداخته بود در چند ماه اخیر که از این دشقیم از این هیولا از این مرتجع به اصطلاح آدمکش و قهار یک چهره دیگه ای بسازه و تصویر به در دیوار نصب کنه بفرما این جواب و تودهنی جوانای ایرانی که اینچنین به زیر کشیدن این مظاهر رو و این دجال بازی ها رو یعنی درو کردن این طوفان اومد مثل سونامی هایی که به اصطلاح اقیانوس رو به تلاطم در میاره و در در با داغون میکنه موانع راه تکامل رو این انقلاب یک چنین طوفانی بود و به ستایش و داشت رهبران و سران کشورهای دیگر رو شما گوش کنید به حرفای معاون رئیس جمهور آمریکا افتخار مردم پر افتخار ایران این انقلاب افتخار ماست و شرم بر ما، ننگ بر ما بر آمریکا اگه قرار باشه اون کاری رو که اوباما کرد تکرار بکنه اینجوری سر تعظیم فرود آوردن در مقابل این طوفان و در مقابل این انقلاب از این نظر من فکر میکنم که تفاوتها بسیار بسیار بالاتر از این چیزهاست و فلواقع درود بر این خلق قهرمان و آنچنان که خار مریم در یکی از این پیام هاشون گفته بودند افتخارات ایران زمین رو به اصطلاح زنده کردن و قبل از هر چیز به نظر من خون شهیدانی که این مسیر رو بعد از اون آزمایش فاز سیاسی به این ارتجاع و دیکتاتوری از بنیاد نگفت و نشون داد و الان دنیا میبینه که راه حل درست راه حلی که خلق ایران میگه راه حلی که واقعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران میگه واقعیت یه منطقه داره میگه و واقعیت که جهان میگه تحولات و تهدیدهای بین المللی داره میگه برکندن ریشه ای این رژیمی که الان خلق ایران خودش قیام کرده و به پا خواسته برای این به نظر من تحولی است بسیار بزرگ اون هم در دنیایی که مماشات و سازش و دعاوی محمل غیر انقلابی و ضد انقلابی ضد این طوفان ها خب همه جا رو فرا گرفته ولی اومد درو کرد پاک کرد بسیاری از صورت مسئله های کاذب رو که تحمیل شده بود از توسط قدرت های زور و استثمارگر واقعا به نظر من انقلابی است بسیار عظیم و خب اون سطح مقایسه شاید نتونه تمام وجوه رو برجسته کنه بله اینجا چیزی که بسیار جالبه مدعیان اصلاحات در رژیم آخوندی از جمله عباس عبدی که مصاحبه شو من همه دیدن اه بیشتر اه خواستار سرکوب سرکوب قیام کنندگان هستند و ایراد میگیرن انتقاد میکنن به رژیم سرکوبگر اون جناه سرکوبگر رژیم که چرا دیر اومدین چرا سرکوب نمیکنید ؟ این هم یکی از همون هاست که طوفان انقلاب دست جلادانی رو رو کرد که در دهه شست به کشتار همین جوانان ایرانی مبادرت میکردن و عجیبه که همین عباس عبدی که اشاره میکنید این از گروگانگیر هاست با همه هزینه هایی که برای ملت ایران ایجاد کرد این رژیم رژیم مخترع گروگانگیری گروگانگیری دولتی در جهانه و مخترع تروریسم به عنوان یکی از اهرمهای بقای خودش همین لاریجانی اون تئوریسین شکنجه و اعدام که معروف شده الان توی ادبیات سیما یازدی این تئوریسین تور... تروریسم هم هست من یادم یک مطلبی نوشته بود تحت عنوان نوع جدیدی از قدرت یعنی قدرت الان دیگه اقتصادی اجتماعی نظامی حتی نیست الان قدرت اون نیرویی است که بتونه با ارعاب و ترور مسئله حل کنه و مثال زده بود مثال زندش هم هست فتوای خمینی برای قتل اون نویسنده انگلیسی که به همه به دستور داده بود از نروژ تا ژاپن تا ایتالیا هم آدم می‌کشتن آدم‌هاش در جهان و این رو اسمش گذاشته بودن نوعی از قدرت که موازنه قدرت در جهان رو میخواد تغییر بده و بعد اینا رژیمی هستن که میگفتن که با انفجار بمب در بیروت و در بغداد عمر نظام ما طولانی میشه و مسئله مذاکرات اتمی هم اینجوری تعیین تکلیف میشه نه در وین و بروکسل بر سر مذاکرات با بمب هایی که در بغداد و در در مجلسشون این حرفو میزدن و این عباس عبدی یا سایر این مدعیان اصلاحات یا خود آخوند خاتمی خود آخوند خاتمی اون موقع من یادم در زمانی که به اصطلاح استقبال میکرد از جنگ فاجعه باری که به اصطلاح حمله آمریکا به عراق در سال 2003 در رفته بود ملاقات با حزب الله بود در بیروت من یادم اخون خاتمی اونجا بود در همون زمانی که بمب افکن ها قرارگاه های مجاهدین رو تهدید میکردن از این که رزمندگان اشرف تونسته بودن به توافق آتش بس برسن با ائتلاف برف رخته بود که ما منتظر بودیم حمله کنید بکوبید در, در که میلیون ها نفر در, در دنیا تظاهرات میکردن که این جنگ نامشروعه و الان خ... همون موقع همین اوبامایی که الان با رژیم دست میده اون موقع میگفت این بزرگترین به اصطلاح اه... نمیدونم با چه عبارتی گفته بود و مخالفت میکردن اخوند خاتمی ستایش اون جنگو میکرد و خواستار بمباران و اپوزیسیون خودش میشد در خاک عراق اخوند خاتمی تحت عنوان اصلاحات و الان هم میخواد به اصطلاح خودشو عرضه کرده به ولی فقیه که من بیام برای سرکوب این پاسدار عبدی هم که واقعا با دوشکو پاسدار عبدی این هم و هست واقعا چون معاون اون دادستان رژیم بود در دوران قتل عام ها خوینی ها معاون اون بود این این عبدی هم الان حرفش اینه میگه ما در دهه 60 که ده ها هزار از اینا تو خیابون ها بودن اینا به راحتی جمع کردیم سپاه الان داره تعلل میکنه این بفرمایید این هم چهره مدعیان اصلاحات و شکنجه و جلادانی که الان کت و لباس عوض کردن میان تو تلویزیون تفسیر میگن امنی امروز هم یه نمونه تلویزیون رژیم نشون میداد شما هم بخش کردین این قسمت هاشو. اون بازجو و شکنجگری که اومده و تفسیر و تحلیل به اصطلاح اجتماعی میکرد بعد اینا هم لباس پوشیدن یکی شده سردبیر یکیشون شده لیدر اصلاحات به نام اخوند خاتمی و یکیشون هم مثل عباس عبدی و غیر زالک الان دستارو شد در همین هفت روز تمام اون تصویر 20 ساله یه این مدعیان اصلاحات که علیه جوانان ایران علیه مردم ایران علیه انقلاب ایران علیه منافع ملی ایران بلند شده بود دود کرد و درو کرد خودشون میان افشا میکنن روزنامه های خودشون خودشون رو به تمسخر میگیرند بله با اون شعار انقلابیون و جوانان پاخواسته ایران که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا تموم کردن ماجرا رو با این خیزه چشون این هم یکی از اون تحولاتی که به هم ریخته کل دستگاه رژیم رو به هم ریخته بله از وقایع جالب دیگه که این روزها در قیام مردم ایران شاهدش بودیم این بود که رئیس ارتش تحت امر خامنه ای به نیروی انتظامی نوشته بود که اگر امکانش بود ما وارد می شدیم و در سرکوب شرکت می کردیم اجازه بدید قطعی که در این رابطه است و پاسخ سخنگوی مجاهدین ببینیم من سال دیگه ای در این رابطه سرکرده ارتش تحت امر ولی فقی شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی پیاده نظام خود مجاهدین را به میدانی که خالی تصور می کردند، فرستادند تا امنیت را مختل کنند از سخنگوی مجاهدین در اسلو به امیر سرلشکر پوشالی و آماده فرار شعارهای بی بیشرف بی شرف مردم را به گوش بگیر و در یک گوشه بمیر سرکرده ارتش تحت امر ولایت فقیه در یک پیام احمقانه و سخیف به سرکرده نیروی انتظامی خامنه ای درباره خاموش کردن فتنه گفت شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی پیاده نظام روسیاه خود مجاهدین را به میدانی که خالی تصور می فرستادند تا با سوء استفاده از برخی کاستی ها امنیت مثال زدنی ایران سربلند اسلامی را مختل کنند سخنگوی مجاهدین در اسلو خطاب به امیر سلشکر آماده فرار یادآوری کرد از زمان رضاخان و سوم شهریور تا انقلاب ضد سلطنتی ارتش تحت امر شاه و شیخ تاریخچهی جز مزدوری و فرار و ریختن سلاحها در جویهای آب در تهران در شهریور 1320 ندارد بنابراین بهتر است فریادهای بیشرف بیشرف مردم را به گوش گرفته و از فرط بی غیرتی در یک گوشه بمیرد در بی غیرتی امیر سرلشکر همین بس که اگر ایرانی بود و غیرت و غرور ایرانی می داشت فرماندهی و هژمونی سپاه پاسداران جهل و جنایت را بر ارتش ایران قبول نمی کرد و با آن در می افتاد. نه اینکه به عنوان زائده و دنبالچه متفن سپاه پاسداران آخوندها عمل کند ارتشی با غیرت کسی است که همراه و همزبان با مردم ایران فریاد بزند ایران زمین را از آخوندهای اشغالگر پس خواهد گرفت بدیهیست پرسنل ضد ولایت فقیه در ارتش موازه خود را از جانوران وحشی و کسافتخار از قبیل این امیر سرلشکر جدا نموده و در اسرع وقت علیه آخوندها و سپاه جهل و جنایت به توده های مردم قیام کننده می پیوندند بله آی توحیدی با وجود این که ای این امیر سارلشکر مزدور پاسداران رو اوورده که کمک نیروی انتظامی می بکنن میبینیم که برخی تلویزیون‌های استعماری و لابی‌های رژیم آخوندی و عواملش تأکید دارن که رژیم از تمام ظرفیتش برای سرکوب مردم استفاده نکرده و من بارها شنیدم در این به اصطلاح تفسیرهای رادیو تلویزیون‌های خارجی بله اینا میخواین روی دو واقعیت سرپوش بذارن یک واقعیت این که گویا رژیمی در ایران هست که در جنایت و اصلا مسش و مسیر قتل عام که خمینی براشون تعیین کرده و شکنده و اینها چیزی کم میذاره که انهو به خودش اجازه میده که لحظه ای در استفاده از ظرفیت های سرکوبگرانش تردید کنه این رو میخوان تطرش ها قرار بدن که گویا یه همچین محاسباتی هم در مخیله خامنه ای و این رژیم هست. که هرگز چنین چیزی نبوده. این با ماکسیمم شقاوت و جنایت و سرکوب زندگیشو میتونه ادامه بده. ولا غیر. یک گام عقب بشینه تیک پاره میشه. این شرایط جامعه ایران اینو به اثبات رسونده. و هم چیز دیگه‌ای که میخوان برش سرپوش بگذارن اون شدت ضعف و ترسیه که این رژیم داره. ببینید در همین مقاله‌ای که اشاره کردم به روزنامه لوموند یک محقق فرانسوی اینو نوشته بود گفته بود که این انقلاب کنونی ایران که عمدم داشت که انقلاب بگه اردوی ترس رو عوض کرده اگر در 88 این قیام کنندگان و جوانان و مردم بودند که تو صحنه بالاخره حساب سرکوب میکردن الان ترس ریخته توی اردوی رژیم و این ترس رو شما تو کوچه و خیابون در اینا میبینید این هایی که جوان ها حمله میکنن به این نیروهای انتظامی در میدن ولی مهمتر از اون در سیاست در موزه ها در حرفها ها من جمله در همین بسیج این به صلاح ارتشی های بلایت فقیهی که اینا برن کمک نیروی انتظامی اینا بیانگر ترسه اگر اگر که نمیتونن کاری بکنن ناشی از این است که خامنه ای خوب میدونه که اگر اون سپاهش رو بخواد با اون توحش به کار بگیره به ضدش تبدیل میشه و شعله های انقلاب خیلی بیشتر بالا میگیره و این شرایط ضعف و گسست توی اردوی دشمن رو نام میکنن بپوشونه هدف اینه این حرفا رو میزنه بله حالا جالب آقای توهیدی که این رژیم ضد ایران و ایرانی تو رادیو تلویزیونش خیلی بحث میکنه درباره اینکه این, این پرچم خرشنگ نشان رژیم آتیش زدن و از تکه پاره شدن ایران بحث میکنه ببینید این رژیم که از اول بنیاد کارش و تمام موجودیتش روی دجال سر اسلام سوار بود از جمله اسم مجلس شورای ملی رو هم بعد از اینکه انتخابات شد اون اسمو عوض کرد بعد هم اصلا شعار میداد که اصلا شعار ملی فریبکاران است کلمه ملی فر... فریبکاران است و هی اسلام اسلام میکرد الان با این دجال ها به چیزهای کسی که باور نمیکنه چون الان تو خ... کوچه و خیابون پره که از ایران بریم و شعارها پر از به اصطلاح بار میهنی و ایرانی این اعتراف میکنه اولین نشانش اینه که اعتراف میکنه به شکست اون دجالبازی و دعاویش تحت نام اسلام که باور نکردن کما اینکه دیدیم اونهایی که غارت شده بودن قبل از همین انقلاب به خیابون ها اومده بودن میگفتن یا حجت الحسن ریشه ظلمو بکن یعنی از ائمه اطهار برای نابودی اینها استمداد می ولی روی آوردن و حتی دجال بازی رو این روی اسم پرچم و ایران و اینها حاکی از اعترافش به و حاکی از اینه که این شعارها چقدر در جامعه ایران همه شده که دجال باید پناه ببره به این به اصطلاح دجال بازی ها سر این و واقعا شعارها رو می بینید آخونده حیا کنید مملکت ما رو رها کنید خامنه گورتو گم کن بلند شو برو از ایران ما از مشهد نمیریم مشهد رو پس میگیریم ایران رو پس میگیریم میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم از دل جوان ها در جا جای جایی میهن این شعار بلند میشه و نشون میده که این طوفانی که وزیده آخوندها رو در دجال بازی هاشون هم دوچار سرگیجه کرده و طبعا هیچ تأثیری جز بیانگر اینکه بیانگر اعترافشون به واقعیت طوفان انقلاب در ایران باشه نداره و جز رسوایی بیشتر خودشون واقعا زمانش که بلندشن گروشون رو گم کنن قبل از اینکه ملت اونا رو به اصطلاح بر زمین بزنن بله بسیار متشکرم از بحث و روشنگری های امروز آی و همینطور تشکر میکنم از همیهنان عزیز که ما رو همراهی کردن در برنامه این هفته چالش ها تا برنامه بعد خدا نگهدارشون